سلام وقتتون بخیر خیلی خوش آمدید به بربال ملائک امروز امروز نهم زلحجه روز عرفه هستش مستحضرید که روز عرفه یک روز قبل از عید سعید قربان هست و از روزهای پرفضیلت که اعمالی هم داره مهمترین این اعمال دعا و استغفار و همچنین زیارت امام حسین علیه السلام و خواندن دعای عرفه هستش این روز فضیلت ای داره به همین جهت بسیار توصیه شده که استفاده کنیم و قنیمت بشماریم این روز رو برای طلب بخشش برای گناهانمون از سمت خدای تبارک و تعالی و طلب حاجاتمون بنابر فقه شیعه حجاج باید این روز رو از ظهر تا غروب شرعی در صحرای عرفات وقوف کنند اما میخوام بپردازم به یک سری از احادیث در خصوص روز عرفه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند که خداوند در غروب عرفه نزد فرشتگانش به عهد عرفه میبالد و میگوید بندگانم را بنگرید جولیده و قبارالود نزد من آمدند امام علی علیه السلام میفرمایند که برخی از گناهان جز در عرفات بخشوده نمیشوند. لذا وقتشه که امروز دست به کار بشیم اعمال رو به جا بیاریم الحمدلله وقت خوبی هم خدمتتون رسیدم تا بگم حتما اعمال رو به جا بیاریم و از این روز برای استغفار طلب بخشش و طلب حاجاتمون استفاده کنیم و اقدام کنیم خیلی دوستتون داریم برنامه بر ملائک کماکان ادامه باز هنگام نماز آمده است موقع راز و نیاز آمده است گوش کن می شنوی بانگ از آن خوش آهنگ از آهنگ از, آهنگ از آهن مهربان داور ما منتظر است مونس و یاور ما منتظر است بنشینیم لب حوز دعا بسپاریم سپاریم دمی دل به خدا بسپاریم سپاریم دمی دل به خدا خوش کن تو را می بهترین کار تو را می بهترین کار تو را می بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله لله رب العالمین عرض سلام ادب احترام و ارادت ویژه دارم حضور یکایی که شما مردمان عزیز و نازنین و دلسوز جهان امیدوارم هر جای جهان هستید ما را از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نکنید در این روز بزرگ و پرفضیلت روز عرفه اجازه بدید همین ابتدای برنامه سال روز شهادت جناب مسلم ابن عقیل رحمت الله علیه رو ابتداعا محضر حضرت ولی اصر اجل الله تعالی فرجه و شریف و همچنین حضور شما عزیزان تسلیت و تعذیت عرض بکنم و انشاءالله که از شیعیان حقیقی و از پای بندان به امام زمان خودمون باشیم اینجا شهر مقدس قوم استودیوی کریمه اهل بیت شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام بنده ی حقیر برادر کوچکتر شما سجاد اکبری انشاءالله به شرط بقای عمر و حیات قرار هستش که تا لحظات منتهی به اذان ظهر البته به افق کربلای معلا مهمان منازل شما عزیزان و همچنین نگاه های پر از مهر و محبتتون باشیم بخش رو به اتفاق هم میبینیم برمیگردیم با کلام خدای تبارک برنامه خودمون رو رسما آغاز میکنیم بفرمید خواهش میکنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام و مجدد دارم حضور یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند بله مثل هر روز قرآن تلاوت شد و شنیدیم و لذت بردیم در خصوص معانی و معارف قرآنی در حال حاضر قرار هستش که با هم دیگه صحبت بکنیم خدای تبارک و تعالی میفرمایند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما ما اسالكم عليه من اجر ان اجری الا على رب العالمين من در برابر این دعوت هیچ پاداشی از شما نمی طلبم پاداش من تنها بر پروردگار جهانیان است امام باقر علیه السلام میفرمایند که و نوح مجده آمدن هود را به فرزند خود سام داد و میان نوح تا بعثت هود پیغمبرانی بودند و نوح فرمود خدا پیغمبری را به نام هود میفرستد و او قوم خود را به درگاه خداوند عزوجل فرا میخواند و او را تکذیب می کنند و خداوند عزوجل به وسیله باد آنها را به هلاکت میرساند هر کدام از شماها که هود را دریابد باید به او گرایش پیدا کند و از او پیروی کند تا خدای عز وجل او را از عذاب باد نجات دهد و نوح به فرزندش سام سفارش کرد این وصیت را در سر هر سال به یاد بیاورد و آن روز عید آنها می باشد و در آن روز هرچه از علم و ایمان و اسم اکبر و مواریس علم و آثار علم نبوت دارند به یاد آورند و حود را پیغمبر یافتند و پدرشان نو هم به آمدن او بشارت داده بود و از او پیروی کردند و او را تصدیق نمودند و از عذاب باد نجات یافتند و این است کلام خداوند از زوجل و به سوی قوم عاد برادرشان حود را فرستادی الهی که از اهالی هدایت باشیم در مسیر هدایت قرار بگیریم و در این مسیر ثابت قدم باشیم برنامه بربال ملائک ادامه داره خواهشمندم از محضر یکایی که شما عزیزان که تا پایان این قسمت از بربال ملائک بیننده برنامه خودتون باشین خیلی ممنونم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده میکنید مجددا خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون عزیزان جان همونطور که خدمتون ارز کردم امروز سال روز شهادت جناب مسلم ابن عقیل هستش همون شخصی که ما باید پای بند بودن به امام زمانمون و فدایی بودن برای امام زمانمون رو از این شخص شخیص یاد بگیریم و بیاموزیم وقتی که جناب مسلم ابن عقیل برای بررسی فضای کوفه به این شهر رفتند خب حوالی هجده هزار نفر با جناب مسلم ابن عقیل به عنوان نماینده امام حسین علیه السلام بیعت کردند. جناب مسلم ابن عقیل هم خب فضای کوفه رو مناسب دیدند و نامه فرستادند برای آقا امام حسین علیه السلام که آقا جان میتوانید تشریف بیاورید کوفه آماده است اما بعد از این قضیه پشت مسلم ابن عقیل خالی شد و همه اونهایی که بیعت کرده بودند به خاطر اینکه اسیر مال دنیا بودند و اسیر ترس بودند و والی کوفه عوض شده بود و بر اونها ظلم و اجبار رو حاکم کرده بود فضا تغییر کرد و دیگه شخصی نبود که بیعت کننده با آقا امام حسین علیه السلام باشه آرام آرام مسلم ابن عقیل رحمت الله علیه آواره کوچه و خیابان شد گرسنه و تشنه اما تا لحظه شهادت پشت امام حسین علیه السلام رو خالی نکرد و حمایت کرد از امام زمان خودش یاد بگیریم از حضرت بیاموزیم از جناب مسلم ابن عقیل کوچه گرد قریب میداند بی کسی در غروب یعنی چه کوچه گرد قریب میداند بی کسی در غروب یعنی چه آبر شهر کوفه میفهمد بارش سنگ و چوب یعنی چه بارش سنگ و چوب یعنی چه سلام خدا بر جناب مسلم ابن عقیل کاش زکویت خبری داشتیم, داشتیم. خبر، کاش داشتیم. 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 كاش ساحب به پای تو سری داشتیم کاش که مانند خراباتیان ناله صاحب اثری داشتیم تا به هوای تو, هوا تو بگیریم تو اوج کاش که ما بال و پری factual. داشتیم کاش به سیمای دلفروز تو رخصت عطف نظری داشتیم کاش به سیمای دلفروز تو رخصت عطف نظری داشتیم الله اون روز هم فرا خواهد رسید که این چشمان گناهالود ما این توفیق و سعادت بسیار نصیبش میشه و دوخته میشه به وجود پرخیر و برکت آقای خودش امام زمان خودش مردمان جهان ما از جای جای جهان امروز گرده هم آمدیم در این روز عزیز و پرفضیلت لذا بیاید در این روز در رأس دعاهامون دعا برای ظهور و فرج باشه هر جای جهان هستید از هر طریقی بیننده برنامه خودتون هستید و چشم دوختید به این خواب جهانی خواهش میکنم از محضر یکایی یک که شما عزیزان دستانتون رو به اتفاق بنده حقیر بالا بیارید همه با هم به اتفاق هم به نیت ظهور به نیت فرج اللهم عرض سلام و ادب و احترام مجدد دارم حضور یکایی که شما خیلی خوش آمدید مجددا به برنامه از آنگاهی بربال ملائک همونطور که مستحضر هستید امروز چهارشنبه هست چهارشنبه ها در خدمت کارشناس و محترم برنامه من جناب حکیم رضوی قومی هستیم و استفاده می کنیم از بیانات و مطالب مفید و ارزشمندشون حاج آقا سلام علیکم باشه در ابتدا اگر سلامی با بینندگان هست خواهش می کنم بفرمایید سلام باشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همچنین شما و همکارانشون در مورد بحث که چهارشنبه ها مطرح می کردیم در جلسه گذشته خاطرم هست که روایت وجود مقدس امام جواد علیه السلام رو مطرح کردیم در مورد هرز امام جواد و یک شبهی مطرح شد که الحمدلله دیگه به این هفتم نیفتاد و در همون برنامه بله. پاسخ شبه هم داده شد و مطرح شد در ادامه بحث که حالا وارد روایت خواهیم شد و ادامه مبادرش هم مطرح خواهیم کرد یه نکته اینجا خیلی مطرح میشه خیلی از عزیزان به ما میگن مخصوصا حتی اشخاص و دوستانی که مذهبی هم هستن یعنی ادعای دین و مذهب دارن ما بگیم اگر غیر مذهبی باشن خب جای تعجب نیست به قول شما آشنا نیستن تخصصشو ندارن نشنیدن پای منبر نبودن پای حیات مذهبی نبودن عالم ندیده هستن ولی خب این که یک سری از دوستانی که ارق مذهبی دارند و بیشتر عمرشون رو تو حیات مذهبی و تو مجالس اهل در این سلام بزرگ شدن یه مقداری از اونها بعیده که همچین شبهات به ذهنشون برسه اونم این که ما چرا متوسل و متمسک به چیزی میشویم به غیر از خدا من خودم رو تحت حفاظ خداوند تبارک و تعالی قرار میدم چه احتیاجی هست که خودم رو به یک تیکه پوست و به یک تیکه نقره و به یک بازوبند بسپرم که شما یا بیا این دعا رو مثلا بنویس روی پوست و بعد مثلا روی نقره بنویس و بعد ببند و بعد بذار به بازو تو اینا تا اینکه از مثلا اجنه و از شیاطین و از سهر و از تلسم و از اینجور مسائل از چه زخم و اینها در امان بمونیم خب من خودم رو میام در حفاظ خداوند تعالی و تعالی قرار میدم میسپرم به خدا حرف چیه جوابی که اینجا داده میشه اول اینکه تمام الفاظی که در این دعا وجود داره خطاب به خداست یعنی ما از خدا میخواهیم که ما را حفظ کند پروردگارا من را از شر شیاطین در امان بدار پروردگارا من را از چشم بد در امان بدار دونه دونه الفاظی که داره استفاده میشه خطاب به خداوند تبارک و و از خدا داریم استعانت و کمک میخواییم برای حفاظت از خدا این که چرا باید نوشته بشه و چرا باید همراه بشه خب من میگم خب پس با چرا باید چرا میگی خب نگو چرا باید بگیم آقا یکی میگه آه چرا بنویسم میگم خب من میگم چرا میگی بیار تو ذهنت یکی دیگه میاد میگم چرا تو ذهنت میاد یکی خدا نمیدونه خودش اینا بازی های شیطانه که این میفته به جون من میگه که نه خدا بخواد درستش بکنه بلده بدون نوشتنم درست کنه بله خدا بلده خدا بخواد بلده من نشستم تو خونم غذا بذاره جلو من بخورم اصلا خدا اگه بلد نمون تو منو من رو من نشم همه شو بلده همه رو خدا بلده قادرم هست بله. توانا بله. هم هست همه هم میتونه انجام بده فراتر از قادر. مثل خیلی از بزرگان ما که اتفاق برشون میافتاد چیزی رو مثلا غذایی بهشون میرسید میخوردن میبینید پنج ماه شیش ماه نیاز به غذا پیدا نمیکرد مثل خیلی از اهل بیت علیهم السلام که گرسنگی تشنگی مثلا تحمل میتونستن بکنن و هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد یعنی خدا بخواد میتونه این کار بکنه ولی اقتضای طبیعت عالم هستی اینه که هر چیزی رو, رو روال خودش باشه خدا یکی از چیزهایی که در خلقت خودش درست کرده تاثیر الفاظ به لسان یعنی یک چیزی را بگویی مؤثر میشه تو عالم بعضی از چیزها رو خدا تأثیرش رو به کتابت گذاشته گفته اگر این نوشته بشود مؤثر بشود خب اینا جزء قاعده خلقته وقتی شد جزء قاعده خلقت من یعنی از خدا استعانت گرفتم و به اون چیزی که خدا خواسته تمسک جستم خدا خواسته سهر به شخصی که این را بنویسد و همراه کند موثر نشود خب اگه من بیام بگم که نه اگه خدا بخواد موثر نشه نیاز به این چیز هم نیست در حقیقت من دارم تو کار خدا فضولی میکنم خیلی متاسفانه این کوته فکری است تو این وادی و من تقاضام اینه که عزیزان یه بعضی از قسمت های برنامه رو مجزا میکنن و خیلی روش مانور میدن توی شبکه های اجتماعی روی این قسمت خیلی کار کنن روی این قسمت خیلی کار کنن چون واقعا کلام محلوی من برای چی دعای ندبه بخونم من تو دلم میخوام اون زمان بیاد خب حالا چه خوابم چه بیاد چه میکنه. فرق میکنه برای چی باید برم اون الفاظ رو مثلا تکرار بکنم چه خاصیتی داره؟ اینو به قول حضرت عالی بازی های شیطان و وسوسه های شیطان اصلا شیطان نشسته اونجا که دونه دونه اون چیزهایی که تو عالم اون میفهمه که این موثره اون میدونه که سجده تأثیر شیطان داره شیطان هم کارشو بلده از طریق عقیده و اعتقادش وارد شده میگه خدا که حفظت میکنه نیازی نیست به حفظ همین حرفایی که خیلی از این جوان ها الان تو ذهنشون هست دلت پاک, باشه. دلت پاک باشه. نماز میخوای بخونی چیکار کنم؟ خدا به نماز من و تو احتیاج داره؟ این شبالاتی که جامعه داره میاد. نه خدا به نماز من شما احتیاجی نداره ولی من به اون نظم و به اون الفاظ و به تاثیراتش تو دنیا احتیاج دارم. و تو آخرت. هم اینجا بهش احتیاج دارم هم اونجا بهش احتیاج دارم. و خدا واجبش کرده برای اینکه منی که بهش محتاجم از روی تنبلی کنارش نذارم همون طوری که خیلی چیزا رو برای من حرام کرده که منی که به اون به سبب اون به هم ضرر میرسه به خاطر اینکه لذت بخشه نرم دنبالش و استفاده بکنم و ضرر ببینم گفته این بر تو حرام است که چی؟ که من نرم دنبالش و انجامش ندم حالا یک سری تصوراتی شیطان میاد هی تو ذهن ها میندازه نه آقا این خوبه نه آقا این بده نه آقا این کارو بکن نه آقا اون کارو نکن و توضیحات قشنگی هم میاره و در مرحله اول اگر بدون فکر کسی وارد بشه حرف قشنگی راست میگه چرا من همه خودم زحمت بدم برم دنبال پوست آهو به خودم زحمت بدم برم دنبال نقره خالص به خودم زحمت بدم رو نقره حکاکی کنم به خودم زحمت بدم دیدی که پنج صفحه 6 صفحه دعا رو توی تیکه پوست بنویسم یا یکی رو پیدا کنم که بتونه بنویسه بعد اینو بیام توی بازوند چرمی بذارم بعد برم چهار تا دورکت دو تا دورکت که میشه چهار رکت نماز بخونم که بیش از یک ساعت یک ساعت و نیم اون نماز طول خواهد کشید این همه دردسر سر به جون خودم بخرم برای اینکه خدا منو از شیاطین حفظ کنه خب اگه خدا بدون اینا نمیتونه حفظ بکنه مشکل جاست این چقدر شیطان میچینه. که تو داری قدرت خدا رو پایین میبینی یا داری به اینا متمسک میشی نه عزیزم اینها تمسک به خود خداست به عینه تمسک جستن به روایات اهل بیت و دستورات اهل بیت مستقیم تمسک به خود خداست یعنی دارم میگم خدایا تو گفتی که این برای درمان توست چون تو گفتی این کار رو انجام میده این دقیقا تمسک به خود خداست لذا این شبهه ای بود که ما توی کتابم مطرح کردیم و جوابم دادیم به عنوان نگهداری هرز که این همراه داشتن هرز در حقیقت حفاظتی است از طریق خداوند تبارک و و الفاظ همش اشاره داره که عزیزان میتونن توی روایت هرز امام جواد و متنش که توی کتابم آوردیم مراجعه بکنن و داشته باشم با توجه حالا اینجا داریم که شخصی که میخواد هرز همراه خودش بکنه طبق روایت خوب باید به بازوی راست خودش ببنده ما میگیم اگر شخص مشکل خاصی داره همیشه هرز همراهش باشه بله. حتی توی خواب ولی اشخاص اگه مشکل خاصی نداره مثلا تو منزل موردی نداره ولی وقتی بیرون میره تو چشم میافته یا به مشکل برمیخوره تو محل کارش حتما بیرون منزل هرز همراه خودشون داشته, داشته باشه. حالا یه نکته ای هست میگن آقا اگر وضو نداشته باشیم چی؟ اگر قسل واجب به گردنمون باشه چی؟ میتونیم هرز همراه بکنیم اگر اون نقره هرز بدون محافظ باشه و به بدنشون بخواد متصل باشه نه چون که دعاست اسم اهل بیت اسم خداست و حرام ولی اگر مثل هرزی که مثلا ما خودمون آماده سازی میکنیم محافظ داره بعد داخل چرم گذاشته میشه و اون چرم خودش محافظت میکنه از اتصال بدن به هرز اون هیچ اشکالی نداره در هر حالی میشه هرز رو همراه خودشون داشته باشن یه روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که همراه بودن هرز امام در هنگام تخلی و هنگام جنابت اشکالی ندارد این که عرض کردم چیزه روایتش هم هست بله. مستند هم هست ولی برای خانم هایی که در عادت ماهیانه هستن روایت داریم که حضرت می حتما در یک قطعه چرم قرار بگیره و همراهشون باشه این نه هرز ما جوادان در عموم هرز ها این روایت رو داریم لذا بله ما ازش استفاده کردیم و برای همه عزیزانی که میخوان هرز همراه کنن میگیم حتما توی قطعه چرمی باشه ظاهرا اون خودش از تششعات بد حالت مثلا عادت ماهیانه زن حفاظت میکنه و به هرز آسیبی نمیرسونه که بخوان همراهش بکنه بله درسته حاج آقا اگه ارزه بدین یک, ف... یک فاصله بگیریم و برگردیم در باشیم بخشی رو همکاران عزیز و ارجمندم برای شما بزرگواران تهیه و تدارک دیدم و اتفاق هم میریم میبینیم برمیگردیم در خدمتون خواهیم o oh. خیلی ممنون متشکرم از نگاه های پر از مهر و محبت و سخاوتتون همونطور که در جریان و مستحضر هستید در بخش دوم کارشناسی این قسمت از برنامه بربال ملائک به سر میبریم و در خصوص هرزها جناب حکیم رضوی قومی صحبت رو ارائه میکنن حاج آقا سلام مجدد سلام سلام یک سری سوال به ذهن من رسیده که میخوام این رو مطرح کنم شاید سوال عزیزان هم باشه سوالی که مطرح هستش اینه که آیا حتما باید هرز بر روی پوست آهو مکتوب بشود؟ در مورد سوالی که پرسیدین اول اینکه در این باب توی کتاب مفصل بحث کردیم که حالا من الان میارم یه گوشه ایشم برای ازان میخونم که آیا واقعا این روایت این قضیه یا نه یه دست خودشون در آوردن گفتن آقا به پوست بنویسید و اگه خاطرتون باشه حالا جلسه قبل بود یا جلسه قبلترش که در مورد حیاز امام جواد علیه السلام روایتش شروع کردیم و صحبت کردیم گفتیم وقتی که یاسر خادم معمون علیه و علیه اومد خدمت امام جواد علیه السلام حضرت بهش گفتش که برو برای من پوست آهو بیار خب این پوست آهو آوردن نشون دهنده اینه که خود امام جواد علیه السلام برای کتابت حرز درخواست این پوست رو کرده پس این پوست حتما لازمه و الله لا حضرت میگه برو برای من یه چیزی بیار که روش بنویسم کاغذ باشه مثلا هر چی اصلا اسم نمی بردن ولی وقتی اسم بردن حداقل اینه که احتیاط این خصوصیت باید رایت بشه ولی عین متن روایت چیه حالا متن عربیش که اینجا من خدمت عزیزان بگم در کتاب ماحج دعوات که ارز کردیم این روایت حزمام وجود اومده حضرت میفرماید که دعا به رق زبین من عرض تهامه مشکل شد دوتا این چه مشکل شد دوتا خب عرف میگه پوست آهو حضرت اینجا به یاسر خادم میگه که تحامن. برو پوست زبی حالا بگیم زبی یعنی آهو من عرض تهامه اونم مال زمین سرزمین تهامه برو از اونجا بردار بیار. یعنی نه پوست آهو ایرانی اونایی که مثلا الان تبلیغات میکنن من دیدم میگن آقا ما پوست آهو داریم پوست آهو صد درصد آهوه بعد بعضی میگن آقا شما آهو از کجا میاد تو ایران پر پرورش آهوه درست؟ اون که پر پرورش آهوه خب با این الان چیکار میخواد بکنیم؟ اصلا تو ایران هر هزاران هزار هزار پوست آهو باشه باید مال سرزمین تهامه باشه تا بشه روایت ثم كتب خط هازن اختر که هازا شروع کردن بعدش بنوشتن یعنی یاسر رفت این پوست رو بعد هازا شروع کردن بنوشتن برای اینکه حالا مسئله روشن بشه اول اینکه باید بفهمیم این زبی چیه چه موجودیه که ازت چون آهو در لغت عربی خب شما استاد زبان عربی هستید آهو به عربی چی میشه؟ قزال معمولا قزال معمولم ولی اینجا حضرت فرموده زب زب یک نوع آهوه بله ولی مطلق نیست یه بار دیگه من فکر کنم تو یکی از برنامه ها اشاره کرده بودم ولی نه به این مفصلی لفظ زب و تهامه اینا قابل بررسی هر دوش اول اینکه زب اکثرا این کلمه به آهو ترجمه میشه ولی در بعضی از منابع به بوز کوهی هم گفته شده قزال مطلقا برای آهو. بله. ولی این زبی که اینجا آمده هم به آهو میگن آهوی وحشی هم به چی؟ هم به بوز کوهی, کوهی. بله. گفته میشه جنس نر آهو و حیوانات دیگری که جنس نر داشته باشن باز بهشون زب گفته میشه یعنی هر نوع حیوان نری در بعضی از لغات اومده که به زب تو, ر... تو لفظ عرب گفته شد. شده مثل قوچ مثل گوزن کوچیک مثل گوزن ماده هم بعضی ها تعبیر کردن یعنی گفتیم نر ولی حتی تو گوز تو ماده هم تعبیر شده پس ببینید فقط آهو نیست یعنی اگر بخوایم یکی بیاد بگه آقا از زر لغت این زبی به حیوانات دیگه اصلاح شده حرفش میتونه سند باشه دوم گفتن تهامه خب الان من اصلا پوست آهو پیدا کردم زبیم به آهو گرفتیم که اکثر اه، اه، اهل لغت به همین آهو مثلا تفسیر کردن نریم توی شزوزات بریم توی اون چیزی که مشهورات همه گفتن اکثرا گفتن آهو میگه پس آهو خب حالا این آهو برای تهامه تهامه رو چه کنیم تهامه متعلق به زبیه یعنی زبیه که برای سرزمین تهام است باید دونست که منظور از تهامه چیه تا ماهیت اون پوستی که میخواد برای کتاب انتخاب بکنی مشخص بشه تهامه دشتی ساحلی در امتداد دریای سرخ در غرب شبه جزیره عربستان یه منطقه نزدیک دریا اون قسمت بله تهامه در بعضی از دوران ها به ویژه در اواخر قرن ششم میلادی در آغاز حکومت ایرانیان بر یمن ولایتی مستقل به شمار میرفته یعنی اصلا یه وادی بزرگی بوده اصلا یه ولایت خاصی برای خودش داشته و یه حکومت جدایی بوده حالا تهامه در لغت به معنای شدت گرما و به معنای سکون باد و هوا هم آمده و اصطلاحا به زمین پست با آب و هوای گرم همراه با هوای ساکن هم گفته میشه یعنی دشت نه کویر به دشت هم تهامه گفته میشه بله. پس ما میتونیم بگیم بز کوهی که در دشت زندگی میکند در کوه و در دشت زندگی میکند یا گوزنی می که در دشت زندگی میکند یا هر حیوان حلال گوشت نری که در دشت زندگی میکند هم بله. شامل اون روایت میشه می پس انقدر خصوصیت نداره لذا من خیلی از دوستان دیدم از پوست بوز استفاده میکنن پوست بوزی که مثلا بوز کوهی استفاده میکنن و بسیار هم هرزهایی که می نویسن موثره چون این روایت این دقت ها رو داره و اون سوالی که شما پرسید فکر کنم کامل جواب داده شده یعنی جنس پوست باید چی باشه و حتما باید رو پوست آهو باشه حتما باید روی پوست باشه بعضی که رو کاغذ بینیمسن ما اصلا قبول نداریم روی پوست بودنش بله. باید باشه ولی حالا نوع حیوانش و نوع منطقه انشالله که واضح شده باشه انشالله بعد آجا حتما باید به دست راست ببندی یعنی هم آقایون هم خانم ها باید به دست راست ببندن هر بحثن به دست راستش طبق سفارش که خوب حضرت کردن و به یاسر خادم گفتن برو بده به محمود و بگو نمازش را بخواند و این روی نقره این دعا را بنویسید همراهش بکنید و بعد از خواندن نمازی که در قمر در اقرب نیست به بازوی راستش ببندد طبق همین فرمول که حضرت فرمونده به بازوی راست ما هم طبق همین فرمول پیش میریم و میگیم به بازوی راست چون حالا عین متن روایت مگه من براتون بتونم پیدا کنم ممنونم آه. فعضا اراده شده او علا عزدهی پس وقتی اراده کرد که اینو ببنده به بازوش بله یعنی چی؟ حضرت نماز رو بخون بعد ببند این بعد از اون نمازه فلیشد او علا عزده الایمن پس ایم. ببندش به دست به بازوی دست راسته راست. بسیار عالی سلام خیلی ممنون متشکرم از لطفتون عزتون با آقا امام جواد علیه السلام و ممنون متشکرم از نگاه های شما مردمان خوب جهان ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید حالا که دارید به سجاده های عشق پناه میبرید اما قبل از اینکه مشرف بشید به ساحت نماز و برید و این واجب رو به جای بیارید قرار هستش که مشرف بشیم کربلای معلا و به شکل غیر حضوری زیارت بکنیم روحیمون تازه بشه انشالله عزیزان و ارجومندان تا قسمت دیگر از برنامه از آنگاهی بر بال ملائک شما عزیزان و ارجومندان رو به خدای تبارک و تعالی می سپارم بی حد و عدد یا علی